سالم. خب من یک سری مسائل امروز میخوام توضیح بدم در مورد در واقع باي اسپریانس ترید آف و امثال هم و رگولاریزیشن. اینجا واسه این که اونا رو توضیح بدم و اینتویشن بدم از لینیر رگرشن مدل ها استفاده میکنم، چون ساده ان و یه سری فرمولا توشون دیده میشه، راحت میشه دید که چرا مثلا یه جنرال آیدی یا مثلا واسه یه بایس وریانس ترید آف وجود داره. این به عنوان یک مثال لینیر رگرشن رو اینجا داریم در موردش صحبت میکنیم. خب اون که قبلا گفتم، ما توی ماشین لرنینگ اصلا اسامشن خاصی نداریم. اسامشن هایی که داریم اصلا رفتی در واقع دیستریبیوشنال اسامشن نیستن. حالا اینم یادم رفت بگم، توی ماشین لرنینگ اسامشن که مثلا داریم اینه که دیستریبیوشن دیتامون، ترینینگ دیتامون با ولیدیشن با تست باید یکسان باشه، چون نمیتونید یه ترینینگ دیتایی بردارید روش یه مدلی، حالا میگم مدل، یه الگوریتمی فیت کنی، ترین کنی، بعد انتظار داشته باشی این مدل روی یه داده دیگه که اسمش رو میذاری ولیدیشن خوب باشه، دقت بالایی داشته باشه، ولی دیستریبیوشن متفاوتی داشته باشه. این یه اسامشنی که اصلا وجود داره، غیر از این نمیشه بهش فکر کرد. خب تمام این الگوریتم هایی که میان باوند حساب میکنن اینا اسیوم میکنن که، یعنی در واقع ارور رو استیمیت در واقع پروف میکنن که ارور کمه واسه مثلا اون هایپوتز کلاس. اسامشن اینه که این سامپل و اوت اف سامپل دیستریبیوشن یکیه. این بیسیک اسامشنه که تو ماشین لرنینگ هست، ولی اسامشن های دیگه ای ما نداریم. شما دادت میتونه کوریلیتد باشه و از لینیر رگرشن استفاده کنی یا از دیسیژن تری استفاده کنی، هیچ کس نمیتونه بگه چرا. حالا یکی ممکنه بگه که آقا من میام به دیسیژن تری یه کارایی الگوریتم هایی اضافه میکنم، به کامپوننت هایی اضافه میکنم که بهتر بتونه این رو لرن بکنه. این کاری با اون ندارم، اونم باید ببینیم ارور بهتر میشه یا نه، ولی اسامشنی وجود نداره. ما فقط میخوایم یه لاس مینیمایز کنیم با هر متدی که تونستی بکن. مثلا مهم نیست که استاندارد ارور حساب بکنی یا استاندارد ارور رو واسه اینکه ولید باشن و کانفیدنس اینتروال تو پی والیو واقعا یونیفرم دیستریبیوشن باشه در آخر سر، بنابراین باید اسامشنی داشته باشه. خیر، پس لینیاریتی که در نظر میگیریم چیه؟ اولا که این regression function چیزی که میخوایم استیمیت کنیم، این رو به این فرم می‌نویسیم. ممکنه شما بگید که خب این گاهی اسامشن دارم به این فرم می‌نویسمش دیگه. نه، این اسامشن نیست. این رو اسامشنی که اینجا داریم در واقع می‌کنیم اینه که این smooth enough، این انگار smooth enough، اونم در گام اول. خب فرض می‌کنیم smooth enough و تیلور اکسپنشنش رو می‌تونی بنویسی. حالا تیلور اکسپنشن یه سری ترم لینیر داره، یه سری ترم اسکوئر داره، به توان دو داره، به توان کیوبیک داره، الاخر کوادراتیک داره، یعنی پولینومیال. یعنی ما میتونیم از پولینومیال ها برای اپروکسیمیت کردن فانکشن های سموث استفاده کنیم. شما اگر بیای اون فانکشن رو لینیرایزش بکنی، یعنی ایگنور بکنی ترمایی به توان دو و به توان سه و الاخرش رو، انگار شما دارین یه این فانکشن رو لینیرایز میکنی، یعنی داری بهترین linear approximation این فانکشن رو داری به دست میاری. پس interpretation این ما چیه؟ این نیستن که x relationshipش با y یا با expected value of y خطیه. نه، این داری میگی که این relationship بین x و این expected value of y given x رو من میام linearize میکنم، این بهترین پارامتری که میتونه اون رو استیمیت بکنه اگر بخوام خطیش رو به دست بیارم. اگر نخوام خطش رو به دست بیارم که اون یه مسئله نیست. پس اینترپریتیشنش اینه و با این اینترپریتیشن، با این دید که بهش نگاه کنیم، اون که اصلا لینیاریتی اسامشن نیست که حالا شما بخواید پلاتی رسم کنید و ببینید که آیا حالا من اسامشن درستی داشتم یا نه. میتونه کاملا این غیر خطی باشه رابطش با x و y ها، با x i ها، ولی شما اینها رو حساب بکنید و ولیدم هستن و یه پریدیکشنی هم هست، میتونی قبول کنی که من یه مقدار اروری خواهم داشت با این اسامشنم. اوکی، وای نات. چیزی رو شما وایولیت نمی‌کنین با چنین اپروکسیمیشن. و حالا پریدیکشن ها چه جوری هستن؟ این درسته که ما از این اکسپکتد والیو استفاده می‌کنیم، ولی توی این مسئله این یه رگرشن فانکشنه. این دیگه این نیست که توی سامپل این رو با
در واقع distribution function estimate کنیم که بگیم یک divided by summation فلان. این چیزیه که استیمیشن این با این فانکشن صورت گرفته، انتخاب میکنیم یه اپتیمایزیشن متدی، این بتا ها رو استیمیت میکنیم، این بتا ها که استیمیت شدن ضرب در اکس ها میکنیم، حالا اکس ها یا توی ترینینگ یا توی ولیدیشن سیستمون، و اون یه پریدیکشنی از این مقدار به ما میده. خب من جه گام اول گفتم که در عمل این رو به صورت یک بر یه اند سامیشن آی فرام 1 تو ان فلان می نویسیم. این یعنی که اینجا من میام این اکسپکتد ولیو رو، اکسپکتد ولیو رو یه دنسیتی در واقع هستی، اون دنسیتی رو من میام با دیستریبیوشن فانکشن همون کپیتال اف که معمولا می نویسن، من میام اینا استیمیتش میکنم. مثلا اینجا اینجور نیست، این اکسپکتد ولیو رو ما اومدیم اینجوری با این متد استیمیتش میکنیم. استیمیشن چه جوریه؟ ما همونجور که گفتم من قرار بود این حت نباید اینجا باشه. در واقع اوکی اوکی اینجا نذاشتمش، درست میشه دیگه. در واقع این رو من میخوام مینیمایز کنم، همونجور که گفتم ما میخوایم این رو مینیمایز کنیم. اسیوم کردیم که ای اکسمون هست x بتا یا همون رگرشن فانکشنمون x بتا است، دوباره بهتری بتا میگیم که اینا مینیمایز کنه. این هم حتی باید برداشته بشه، چون ما داریم میگیم روی تمام بتا ها دنبال چنین چیزی میگردیم که یه داده ای داریم n عضوی و بخوایم این رو استیمیت کنیم، بهترین بتا رو واسه من به دست بیار. و وقتی که این رو مشتق بگیری بر اساس بتا مساوی 0 قرار بدی، این میشه استیمیت ما. و میبینی که من اینجا اسیوم نکردم که وای من نورمالی دیستریبیوتد هست، که بیام لایکلیهودش رو تشکیل بدم، لایکلیهود ها رو در هم ضرب کنم، لاگش رو بگیرم و بعد از اون مشتق بگیرم و لایکلیهود رو مکسیمایز کنم. نه، اینا بهش میگن لیست سکوئر. من این رو که بیام مینیمایز کنم، پارامتر من همین میشه. توی لینیر رگرشن نورمالیتی و مکسیمایز کردن لایکلیهود با لیست سکوئر اتفاقی یکی میشه. و اینها پارامترامون میشن که معمولا سافتویر برامون حساب میکنه. و وقتی که این اینورتبل باشه، وقتی اینجا یه ایکس هم اینجا ایکس بتا هت بوده، ایکس ترانسپوز ایکسمون که اینورتبل باشه و یعنی در واقع اینا بتونیم اینورت کنیم، یه یونیک سولوشن این بتا هت داره و آنبایست هست. خیلی مهمه اینا، چون بعدا استفاده میکنم. یعنی expected value بتا هت میشه اون بتای بهترین بتایی که قرار بود linearly استیمیت بکنه اون regression function ها. یعنی این بتا ها، یعنی expected value این بتا هت ها همین بتا ها میشه. این مهمه که بردوان استیمیتور این ها unbiased هستن و کانسیستنت هم هستن، یعنی که داده هر چه بزرگتر باشه شما بیشتر کانفیدنت میتونی باشی که از لحاظ نزدیکی اینها بتا هت ها نزدیک هستند به ترو ولیو. وقتی میگه آن بایستن، یعنی اوریجشون در واقع اون ترو ولیو میشه، ولی کانسیستنسی یعنی که نزدیک میشن، اکچولی نزدیک میشن به اون ترو ولیو ها. شما میتونی واریانس زیادی داشته باشی که بعد وقتی آن بایس باشن دیگه فاصلت مهم نیست، چون میتونه خیلی بزرگ باشه خیلی کوچیک، مثلا عدد بزرگ مثبت با عدد منفی اوریجشون ممکنه بشه صفر. یعنی این اون مسئله رو داره که آن بایسنس با کانسیستنسی متفاوت هست و این دوتا پراپرتی نایسی هستن که این لینیر رگرشن داره.